نمایندگان پارلمان بریتانیا امروز در اقدامی بی سابقه به رسمیت شناختن کشور فلسطین را به بحث و رأی می‌گذارند. این طرح را یکی از اعضای حزب کارگر که در حال حاضر حزب مخالف دولت است پیشنهاد کرده. دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا اما می‌گوید نتیجه رأی‌گیری تأثیری بر سیاست رسمی دولت ندارد و وزرا را از رأی دادن منع کرده. سوئد اولین کشور عضو اتحادیه اروپا بود که حدود دو هفته پیش کشور فلسطین را به رسمیت شناخت. اقدام پارلمان بریتانیا پس از شکست مذاکرات صلح خاورمیانه و جنگ غزه صورت می‌گیرد. مجید افشار خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا همراه ماست. مجید، با گراهام موریس کسی که در حقیقت طراح این ماجرا بوده صحبت کردی، خودش آیا خوشبین هست که رأی بیاره طرحش؟ بله، من باهاش صحبت کردم و وقتی ازش سوال کردم که فکر میکنه طرحش رأی میاره یا نه، به من گفت این بستگی داره به تعداد نماینده های محافظه کاری که امروز در رأی‌گیری که قرار در وستمینستر در پارلمان بریتانیا برگزار بشه به اون بستگی داره. میدونیم که خودش گفت که در واقع میدونه که نماینده های حزب کارگر به کلی حمایت میکنن از این طرح. آقای اد میلوبند رهبر حزب کارگر خواسته از تمام نماینده ها که رأی مثبت بدن به این طرح. از اون طرف نمایندگان لیبرال دموکرات هم اعلام حمایت کردن از این طرح. میمونه نماینده های محافظه‌کار که آقای دیوید کامرون نخست وزیری کشور گفته که به اونها نمیگه که رأی مثبت بدن یا منفی، فقط ازشون خواسته که از در واقع اعضای کابینه خواسته که در این رأی گیری شرکت نکنند، به این دلیل که شاید فکر میکنه در واقع روابط دیپلماتیک بین بریتانیا و اسرائیل رو ممکنه تحت تاثیر قرار بده. میدونیم که بریتانیا در رأی گیری که دو سال پیش در سازمان ملل متحد در مورد عضو شدن کشور مستقل فلسطین به عنوان عضو ناظر در سازمان ملل متحد مطرح شد، بریتانیا در اونجا رأی ممتنع داد و این نشون میده که امروز در واقع به نسبت دو سال پیش میبینیم که شکست مذاکرات صلح بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها و از اون طرف حملات در واقع اسرائیل به غزه که بیش از 2000 فلسطینی و کشته به جا گذاشت چه تغییر زیادی رو در واقع رویکرد جهانی نسبت به مسئله کشور مستقل فلسطین ایجاد کرده. مجید، اگه کوتاه به اون جواب بده، آیا تا الان واکنشی از طرف خود اسرائیل یا لابی اسرائیلی ها در بریتانیا دیدیم؟ از طرف اسرائیلی ها هیچ واکنشی نبوده. لابی اسرائیلی ها در بریتانیا اعلام کردن که راضی نیستن از این طرح و خواستن از نماینده ها که رأی منفی بدن به این طرح. اما از اون طرف دیدیم که 300 نفر از داخل اسرائیل، از جمله در واقع چندین دیپلمات و همینطور چند وزیر سابق، از نماینده های بریتانیا خواستن که رأی بدن، گفتن که در واقع همزیستی مسالمت آمیز بین فلسطینی ها و اسرائیلی ها میتونه کمک بکنه به این که صلح رو به منطقه بازگردونه. اما در مورد قبلی در سوئد، وقتی یکی دیگر از اعضای در واقع اتحادیه اروپا سوئد وقتی میخواستن اعلام کردن که میخوان کشور مستقل فلسطین رو به رسمیت بشناسن، اسرائیل در اون مورد خیلی عکس العمل تندی داشت و با اون مخالفت کرد. ممنونم مجید افشار خبرنگار ما از مقابل پارلمان بریتانیا همراه ما.